مکاشفه فصل 22. آنگاه دریای آب زندگی را که مثل بلور برق می‌زد به من نشان داد. آن دریا از تخت سلطنت خدا و بره سرچشمه گرفته و از میان جاده شهر می‌گذشت. در هر طرف دریا یک درخت زندگی بود که سال 12 بار میوه می آورد. هر ماه یک بار از برگ این درخت برای درمان درد ملت ها استفاده می شد. دیگر چیزی که لعنت شده باشد در آن یافت نخواهد شد. تخت سلطنت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را عبادت می کنند. همه او را روبرو خواهند دید و نام او را بر پیشانی های خود خواهند داشت. دیگر شبی نخواهد بود و آنان به نور چراغ و آفتاب احتیاج نخواهند داشت، زیرا خداوند خدا نور ایشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمان روایی خواهند کرد. سپس آن فرشته به من گفت: این سخنان راست و قابل اعتماد است. خداوند خدا که به پیامبران روح نبوت را می بخشد فرشته خود را فرستاد تا با بندگانش آنچه را که به زودی واقع خواهد شد نشان دهد. عیسی می گوید: بدانید من به زودی می آیم. خوشا به حال کسی که به پیشگویی های این کتاب توجه کند. من یوحنا این چیزها را دیدم و شنیدم، و همین که اینها را دیدم و شنیدم در مقابل آن فرشته ای که این چیزها را به من نشان داده بود به خاک افتاده سجده کردم. اما او به من گفت: نه چنین نکن، من خادم هستم مانند تو و برادرانت و پیامبران و کسانی که به سخنان این کتاب توجه دارند. فقط خدا را پرستش کن. سپس به من گفت: پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. بگذار آن خطاکار و خطاهای خود و آن مرد فاسد و اعمال شریر خود ادامه دهد، و آن مرد نیکو نیز اعمال نیکوی خود و آن مرد پاک زندگی پاک خود را ادامه دهد. عیسی می گوید: آره من به زودی می آیم و برای هر کس مطابق اعمالش اجری با خود خواهم آورد. من الف و یا، اولین و آخرین، آغاز و انجام هستم. خوشا به حال کسانی که لباسهای خود را پاک بشویند. آنان حق خوردن از درخت زندگی را خواهند داشت و به دروازه های شهر وارد خواهند شد. اما سگان و جادوگران و زناکاران و آدمکشان و بت‌پرستان و همه کسانی که در قول و فعل دروغگو هستند در خارج از شهر هستند. من عیسی فرشته خود را پیش شما که در کلیساها هستید فرستادم تا این امور را به شما اعلام کند. من ریشه و نهال داوود و اختر تابان صاب هستم. روح و عروس می گویند بیا، هر شنونده باید بگوید بیا. ای تشنگان بیایید، آب زندگی را بپذیرید. این بخشش هست رایگان برای هر کس که طالب آن است. من به تمام کسانی که پیشگویی های این کتاب را می شنوند اعلام می کنم که اگر کسی چیزی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای را که در این کتاب آمده است نصیب او خواهد کرد، و اگر کسی از این پیشگویی ها چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و شهر مقدس که در این کتاب آمده است بی بهره خواهد ساخت. کسی که همه این چیزها را تصدیق می کند می گوید: آره من به زودی می آیم. آمین. بیا ای عیسی، ای خداوند. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین.